امشب درباره یه موضوع خاصی، حالا شاید توی حوزه کارآفرینی خیلی بهش پرداخته نشده، صحبت میکنیم. جناب آقای مرادی اینجا هستن، در حوزه آموزش ماساژ فعالیت میکنن. میخوام ببینم که آقای مرادی، این سبکای مختلفی که وجود داره، نمیدونم سبکای یه وقتایی هم مثلا عجیب غریب اسمای مختلفی داره و این حرفا یا به کشورهای مختلفی برمیگرده و اینا چی هستش، کدوماش معتبره، کدوماش بهتر هست، یه ذره شما به عنوان متخصص توضیح میدید برام؟ خواهش میکنم. حتما. عرض به خدمتتون، به طور کلی تا این لحظه چیزی در حدود 150 سبک در دنیا مطرح شده. 150 سبک ماساژ. بله. ولی در حدود 80 سبک رسمی داریم. بقیه اصولا کشورهایی که دارای دیرینه تاریخی هستند ماساژ رو دارن. و اگر روش زیاد کار کرده باشن، جنبه‌های علمیش رو در نظر گرفته باشن و مشکلات نواقصی که داشته باشه در طول تاریخ برطرف کرده باشن، میشه یک سبک رسمی. که این سبک در حال حاضر عرض می‌کنم چیزی در حدود 80 سبک ما در دنیا داریم. قوی‌ترین کشورها رو اگر من بخوام نام ببرم، در وهله اول میتونیم بگیم ایران. سابقه داریم، تاریخ داریم، دیرینه داریم و ایران خودش با عنوان یکی از کشورهای صاحب سبک هست در زمینه دلک و قمز، که افرادی که در طب سنتی کار میکنن اصولا با دلک و قمز سر و کار دارن. اما خب متاسفانه دلک تا حدودی از جامعه ما برچیده شده، به لحاظ اینکه دلک ویژه افرادی که کارهای سنگین یداوی انجام میدن و کوفتگی ها و خستگی های شدید بدنی دارن، که ما در گذشته، در مثلا در 100 سال گذشته و به قبل ترش این مسئله رو داشتیم. افراد یا آهنگر بودن، یا کشاورز بودن، یا هر شبت گله دار بودن، یا نجار بودن. کارهای دیوانی به این شکلی که ما الان داریم و پشت میز بنشینیم و کار دفتری انجام بدیم نداشتیم. خب این افراد کارهای خیلی سنگین میکردن و نیاز به یک ماساژ سنگین داشتن که بتونه این خستگی و کوفتگی رو از بدن دور کنه. الان انقدر شدید احتیاج نیست. الان نیازی نیست. خب حالا ما ایران رو به عنوان یک کشور صاحب سبک بهش افتخار میکنیم. کشورهای دیگه هم هستن، کشورهای آسیای شرقی که بسیار قوی در این زمینه عمل کردن، کشورهای اروپایی هست و کشورهای آمریکایی. کشورهای آمریکایی معروف ترین سبکشون متعلق به ارشد جزیره هاوایی هست که متعلق به بومیان هاوایی، نه خود آمریکا. آمریکا به هر حال یک کشوریه که اصولا مهاجرپذیر بوده و مهاجرتی بوده، ولی این بومیان سبک بسیار خوبی دارن. اما در حال حاضر ما اگر بخوایم اسم ببریم، میتونیم از تایلند نام ببریم که یکی از کشورهای بسیار خیلی معروف شده دیگه. همه میگن سبک تایلند. من اینو خدمتتون عرض بکنم، بدون تعصب عرض میکنم، سبک تایلندی با توجه به اینکه الان ما توی مؤسسه ایرانیان آریا در حدود 40 سبک بین المللی رو داریم ارائه میدیم آموزشش رو، بدون تعصب بگم شاید اولین سبکیه که تأثیر گذاریش، بهرمندیش و رضایتمندی مشتری بسیار بالاست. بسیار. این در رأس. میتونیم سبکای دیگر رو در قسمتهای پایین تر قرار بدیم و سبک بسیار مفیدی هست. در هر صورت حدوداً الان اگر ما از ایران بخوایم صحبت بکنیم، در کشور خودمون ما توی مؤسسه ایرانیان آریا در حدود 40 سبک ارائه میدیم که عزیزان تشریف میارن اونجا. همین، اینم توضیح میدین به چه شکل هستش کارآموزاتون، باید کجا بیان چیکار بکنن؟ عرض میکنم خدمتتون، مؤسسه ایرانیان آریا خب وبسایتی داره به نام به آدرس www.ssim.ir دست. یا اینکه در اینترنت اگر عزیزان به نام مؤسسه ایرانیان آریا سرچ بکنن به فارسی، میتونن با مؤسسه آشنا بشن، با شرایطی که در شرایط آموزشی که در سایت اعلام میشه آشنا بشن. تا میتونم بگم تا اردیبهشت ماه ما شرایط خودمون رو داشتیم. اما از اردیبهشت ماه که استاندارد سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به تصویب رسید و در روی سایت سازمان قرار گرفت، عرض به خدمتتون، با شرایط سازمان، با مصوبات سازمان و با هزینه‌ای که سازمان اعلام می‌کنه در خدمت هستیم. بسیار عالی.